استاد بیژن مرتضوی، موسیقیدان، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده ویالون و خواننده ایرانی، متولد 25 آبان 1336 در شهر ساریه. او که نواختن ویالون را از 3 سالگی آغاز کرد، در تهران زیر نظر استادان ویالون از جمله پرویز یاحقی به یادگیری این ساز پرداخت. استاد بیژن مرتضوی که حدود 7 ماه پیش در سوگ همسرش ستاره سعیدی که مدیر برنامه های او بود نشست، اما ساعتی پیش با انتشار پست و استوری هایی خبر از عزادار شدن دوباره اش داد که استاد این بار به سوگ مادر نشست. خانواده بیژن مرتضوی که 5 نفر بودند، یک برادر به نام فرهاد و 2 خواهر به نام آرزو و آذر داره. خانواده استاد وقتی که ایشون نوزاد بود به تهران مهاجرت کردند. بعد از اینکه در دبیرستان فارغ التحصیل شد، به انگلستان مهاجرت کردند و در اونجا تحصیلات دانشگاهی خودش رو در رشته مهندسی و نقشه‌کشی شهری ادامه داد، که در کنار درس به اجرای موسیقی و یادگیری ویولن هم پرداخت. استاد در سال 1979 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و به تحصیل در رشته موسیقی در دانشگاه ایالت تگزاس ادامه داد و در سال 1985 ساکن کالیفرنیا شد و اولین آلبوم خودش رو عرضه کرد. استاد بیژن مرتضوی خیلی سال پیش، زمانی که دانشجو بود، ازدواج کرد و صاحب پسری به نام پژمان شد، ولی این ازدواج دوام نداشت و بعد از چند سال اونها از هم جدا شدند. استاد بیژن مرتضوی برای بار دوم در سال 95 با خانم ستاره سعیدی به صورت رسمی ازدواج کرد. این زوج هنرمند 26 سال با هم اختلاف سنی داشتند که باعث شده بود در فضای مجازی حواشی و شایعات زیادی برای اونها ساخته بشه، که در همون سال ستاره سعیدی ویدیویی در اینستاگرام منتشر کرد و از شایعات مختلف صحبت کرد. او گفت که من شنیدم که گفته شده همسر دوم بیژن مرتضوی 26 سالشه، در صورتی که من 26 سالم نیست، اختلاف سنی ما 26 ساله، که این اختلاف سنی اصلا نه برای من و نه برای استاد بیژن مرتضوی اهمیتی نداره و ما زندگی عاشقانه ای رو در کنار هم داریم. ستاره سعیدی متولد شهریور ماه 1362 در لس آنجلس بود. فارغ التحصیل رشته مدیریت در مقطع لیسانس و به عنوان مدیر برنامه و همراه استاد بیژن مرتضوی همیشه در کنار ایشون بود. اما متاسفانه در سفر کاری یکی از کنسرت‌های استاد مرتضوی به شکل ناگهانی در بیمارستان بستری شد و به کما رفت. زمانی که در بیمارستان بستری بود، ویدیوهای منتشر کرد و حرف‌های بسیار عاشقانه‌ای زد و از طرفداران استاد خواهش کرد که اون رو در کنسرت‌هاش تنها نگذارن. بعد از جراحی‌هایی که روی ستاره صورت گرفت، اما متاسفانه بیفایده بود و ایشون فوت کردند. استاد بیژن مرتضوی ویدیوی منتشر کرد و گفت قرار بود بعد از عمل جراحی او به هوش بیاد، اما به هوش نیومد و بعد هم امیدوار بود که همسرش برای کنسرت اتریش که در روز تولد او برنامه ریزی شده بود حالش خوب بشه و بتونه که سفر کنه. اما ستاره سعیدی در همون کشور ترکیه در 10 شهریور 1402 و در بیمارستان درگذشت. تا اینجای ویدیو لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله ویدیوها رو روشن کنید. استاد بیژن مرتضوی در سن 7 سالگی به یادگیری نواختن پیانو پرداخت و همچنین سازهای کوبه‌ای و زهی موسیقی سنتی مانند عود، تارس و سنتور را هم آموخت. استاد مرتضوی همچنین توانست در سن 11 سالگی مقام نخست مسابقه کشوری موسیقی دانش آموزان رو در ایران رو هم کسب کنه و همچنین در 14 سالگی یک گروه ارکستر 32 نفره رو تشکیل داد و ساخته های خودش رو در اردوی تابستانی رامسر اجرا کرد. از نظر بسیاری از کارشناسان زمینه موسیقی، مشخصه ای که استاد بیژن مرتضوی رو از نوازندگان دیگه متمایز کرده
توانایی او در نواختن همه سازهای بکار رفته در آثارشه، به جز سازهای بادی برنجی. استاد تورهای داخلی و بین المللی رو به راه انداخت که از سال 1990 آغاز شد و برای او مخاطبان فراوانی و در سراسر جهان به همراه داشت. سبک آثار بی کلام استاد ترکیبی از موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی پاپ است. از جمله این آثار میشه به سبززار، آرامش قبل از طوفان و طوفان اشاره کرد. استاد بیژن مرتضوی در سال 99 دچار کرونا شد و در بیمارستان بستری شد که باعث نگرانی خیلی از طرفداران ایشون و از جمله همسر او ستاره سعیدی شد که در اسفند 99 ستاره ویدیوی منتشر کرد و با حالت نگرانی از بستری شدن بیژن مرتضوی در بیمارستانی در کشور آمریکا خبر داد. استاد بیژن مرتضوی درگیر ویروس کرونا شده بود و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده بود، اما خوشبختانه رو به بهبود رفت و از بیمارستان مرخص شد. برای استاد بیژن مرتضوی که چند ماهی بعد از دست دادن همسرشون ستاره سعیدی حالا به سوگ مادر نشسته، آرزوی صبر و سلامتی و آرامش داریم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین و با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت میکنید.